ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان، با درود فراوان به شما، امروز هم می‌نشینیم پای ادامه صحبت با مهدی خانبابا تهرانی، سومین قسمت از سرنوشت و مهاجرت اجباری یکی از سرشناس‌ترین فعالین چپ ایران که بیش از 60 سال از عمر خود را در خارج از کشور سپری کرده است. من رفتم لایپزیگ پلوکیانی مجله رو بردم چه این مقاله $2,000 قیمتشه. گفتم ای کدوم بازار این چوبه میزنه؟ گفت این CIA گفته. حالا من نمیشنم دکتر ژیواگو کیه، مقاله چیه، تو گویی اولین رمانی بودی که ضد بولشویک و اصلا حالیم نبود. گفتم بابا این بیژن قدیمی نشه، بچه ژیگولی انتلکتول ما مرتبه بودنک اینجا شروع کرد اتهام میزدنی. بعد بابک میگه یارو گفت دومین تهرانی یک سرهنگ آمریکایی اومده، کشی سرهنگ کشی آمریکایی تماس گرفته و 2000 تا به تهرانی داره، 2000 تا و مقاله علیه انشاب بکن. کیان رو اینو برداشت توی مجله دنیا توی مقاله رخنه CIA در جنبش های آزادی بخش ملی علیه شما استفاده کرد، علیه من نبشت که فلان. حالا من چیکار کردم؟ من برداشتم میدم بهت بخونی فلان فلانش کرد. بعد تبری خب میدونستین دروگوه، همه میدونستین کیانوش حالتون دروگوه. من زنگ زدم به تبری گفتم بعد نوشته بود که تهرانی خودش اینه به ما گفته، این اون ورزیونی که بابک بود. کیانوش گفته بود که تهرانی خودش این رو به ما اطلاع داد، ولی از اون مبلغ 2000 تا 600 تا به ما داد، بقیهش هنوز نداده. منم به زنگ زدم به تبری، تبری حضور من خواهم بمید، گفتم آقا راست میگی، اولین بار راست میگی، من 600 تا رو دادم، 1400 تاشو گفت نیگرد پر خودت، ما عرض قرنی نداریم و تو میدونی زن من 16 است، مریم خانم، من بالاخره جنس میخوام از پاریس قلب بخرم، تو میری پاریس به من صورت داده، 5-6 شانل 5، یه مش زیر پوش های کریستیان دیور خاصه، اینا رو همه رو صورت داده، 1100 تا صورت داده، من رو بر مریم بخرم پولای هست. خب اینا رو که صورت نمیده به شما. بعد قاسم میفروتن که ما اشاب که اومده که ما مرده بودیم خده آبر. میخوام بهت بگم اینجوری بود. میرسیم به اونجا که شما سازمان جوانان رو گسترش دادید در خارج از کشور. سازمان جوانان دیگه نبود دیگه، ما حزبی بودیم. اصلا رسما حزبی شدیم؟ معلوم، ما حزب بودیم دیگه، ما تا 18 سالگی سازمان جوانان بودیم. من فکر کردم در آغاز موقع که آمدید خواستید همون رو ادامه بدید. نه دیگه، سازمان جوانانی موجود نبود، ما در 18 سالگی عضو حزب توده ایران شدیم. پس میرسیم به اونجا که شما آمدید در خارج از کشور، حزب توده رو گسترش دادید. بله، ما شدیم پایه های به اصطلاح حوزه های حزبی رو تشکیل دادیم. 1956 آمدیم، 57، 58، 59 همون سال فریدون فرخزاد هم آمده بود به مونیخ بود، پلمان خاطرم هست. بله، پلمان.
ایشون که فعالیت سیاسی چرا؟ میکرد فریدون خودش سازمان جوانانی میدونست بله فریدون و امیر و فروغ اینا مونیخ بودن آمدم خیلی رفت آمد داشتن فریدون خودش سازمان جوانانی میدونست و بعد توی انجمن هم طرف ما بود امیر نه بزرگه صحیح. امیر جبهه ملی میدونست خودشو خب خیلی سختگیر هم بود امیر دیگه حالا فریدون بچه بود من اونجا این جمله رو که گفتم باز تکرار میکنم فریدون به نظر من یک قرن زود به دنیا آمده بود چه از لحاظ رفتاری، چه از لحاظ تمایلات، همه چی دگرباش بود، همه چی بود نمیفهمیدن چی فروغ هم اون سالا میامد به مونیخ فروغ دو سه سال اونجا بود است دو سه سال با زن من رفت آمد داشت اصلا فروغ من کشف کرد که چین بودم صحیح. من مخفی رفته بودم دیگه اولین بار که من ماور ملاقات کردم اونم علتش این بود که وقتی جنگ در واقع جنگ قدرت بود در حزب بین لیو شاوچی و بین ماو هم گفتم او سکته کرده و داره میمیره و فلان و اینا که به انقلاب فرهنگی انجامید بعد ما رفتیم رودخونه یانسکیان کنفرانس نویسندگان آسیا آفریقا بود و من شرکت کردم که یه توضیح کافی میدم با عکساشم بهت میدم که من شرکت کردم برای که از تهران آل احمد اینا پیغون داده بودن که فرح گفت بود که از ایران قرار بود فرح اینا کسی رو بفرستن اونا به من گفتن هزار خانی من گفت آقا برو روی کاری بکن اینا میخوان آدم بفرستن چینی هم در حال تماسگیری با ایران بودن اون موقع که من پسیست که بعدم میگم من رفتم شرکت کردم تو کنفرانس یعنی پر کردم صندلی رو من و یه نفر دیگه حسین نراقی عکساش هم هست دیگه با رهبر چین و اینا فروغ مونیخ بود پلو امیرینا دو سه سالی اونجا بود میرفت ایتالیا میومد ایتالیا یه کاری بیاش مثل که دوبله هم میکرد اونجا پلو ما هم دوبله کرد البته مریم مهین اسکویی و مصطفی اسکویی اونجا بودن دیگه بعد زن من نمیدونست من کجام که گشته بودم رفته بودم اون شبی که گفتم ماوری سکته آخر زد و اینا به خاطر اینکه بشکنن اینو یعنی خروش انقلاب فرنگی شروع کنن ما رو بردم به جنوب اوخان و اونجاها که ماو رو ملاقات کنیم رو کشتی بودیم ما دیدم یهو مترجم من گفت ای رفیق ماو مسکی اونه رو دوشاب سفید بود روی کشتی بود که بعد یک ساعت ما رو بردن توی ویلایی که ماو رو دیدیم اون عکس رو که بعد هم این مقام امنیتی نشون داد دیگه توی تلویزیون ایران بعد این عکس رو به تمام خبرگزاری جهان مخابره کردم برای اینکه بگم ماو زنده است رکورد جهانی رو هم شکونده پیر مرد 80 ساله شنوی معروفش توی یانسکیان دیگه فروغ پای تلویزیون بوده صدف نشسته بوده میبینه اونجا من میبینه تلفن من داره به روزماری زنگ میزنه زنم میگه پیداش کرده خانم شما آره فلان جاست نه اونجا بود فروغ اونجا بود حالا به هر حال رسید بودیم به سالهای 1957 و 89 چه شد که شما بعد مجبور شدید آلمان رو ترک بکنید شما در ارتباط با دولت آلمان که مسئله نداشتید چرا؟ با گسترش مبارزات دانشجویی در آلمان که می توان گفت در حقیقت جنبش دانشجویی ایرانیان پس از جنگ جهانی دوم در سالهای 60 با اوجگیری جنبش دانشجویی ایرانیان شاید بشه گفت نخستین جنبش دانشجویی خارجی بود که در واقع یه جوری توانست حتی به جنبش دانشجویی آلمان هم یه جوری پشتیبانی بده یاری بده اینم من به کلام خود آلمانا میگم چون من در یک زمینار شرکت کردم در بون که رئیس پلیس خارجی آلمان در اونجا شرکت داشت درباره مسئله خارجی ها و او در آمد به عنوان اعتراض به من گفت شماها بیش از حد دارین سوء استفاده میکنین از آزادی های اینجا و سخنش بر این بود که دانشجویان ما در تمام این سالهای بعد جنگ شاید 10-12 بار در استر مارش شرکت کردن برای صلح شماها تا حالا بیش از 20 بار در این خیابان‌های ما
تظاهراتی کردید در علیه دیکتاتوری خودتون یا مثلا مسائل سیاسی و دارید یواش یواش دانشجوهای ما را مسموم میکنید با این افکار خودتون. واقعیت این است که جنبش دانشجوی ایران نخستین جنبش دانشجوی خارجی بود که فعال شد به صورت سازمانی. شاید بعدها خود آلمان ها میگفتن که ایرانی ها خیلی تأثیر داشتن در سازماندهی ما. بله، با پروبال گرفتن جنبش دانشجوی ایران دولت ایران متوجه شد و به نظر من دستگاه امنیت ایران به کار افتاد که با همکاری دستگاه‌های امنیتی آلمان بتونه در واقع پروبال جنبش دانشجوی ایران قیچی کنه. بدین ترتیب روی ما متمرکز شده بودن. پلیس مونیخ در سال 62، نوامبر 62 در پیگیری فعالیت‌های ما، من روزی در یک آپارتمان دیگری زندگی می‌کردم که متعلق به من متعلق بود به پرویز معظمی که الانم در امریکا مطب داره، بعد هم شد داماد آقا شریف امامی از فامیل معظمیه. او ونونگش در اختیار من گذاشت، آپارتمانش رفت بود به ایران. من تو خونه خودم هم نبودم، اونجا زندگی می‌کردم و اون شبم مهمان من خسرو نراقی بود که یکی از دانشجوهای فعال شهر ما بود. بعد صبح ساعت 6 صبح قبل از طلوع آفتاب حتی پلیس ریخت تو اون خونه و من رو دستگیر کرد به علاوه آقای خسرو نراقی رو، و من رو اونجا به عنوان مهدی تهرانی خطاب کردن، دستگیر کردن. منم چیزی نگفتم ولی من شک کردم که اینجا خونه من نیست، من آمدونگم به اصطلاح ثبت شده، من جای دیگه است، زن و بچه من جای دیگه بودن، یه محله اونورتر، یا کجا اومد اینجا. من شک کردم که این در واقع ردپای پلیس ایرانیه، یعنی ایرانی ها اینجا رو هدایت کردن دنبال من بودن. ما رو بردن محل پلیس مرکزی، بازجویی شروع شد. منم هیچی نگفتم، هی به نام مهدی تهرانی هم من بازجویی کردن. من موندم تا اینکه فردی که ما هفته های قبل باش آشنا شده بودیم به نام دکتر هلتمن، هاینس هانس هلتمن، که وکیل جوانی بود که اتفاقی ما در یک کافه باش آشنا شده بودیم، دوستان من رفتن او رو خبر کردن که دوست ما رو گرفتن، و اونم اینقدر لیبرال خوشباور بود فکر نمیکرد که در آلمان غربی کسی رو بیان بگیرن تو خونه همطور ببرن. درسته. او خودش رسوند به پلیس اونجا. وقتی اومد و اینا، من هیچی نگفتم، گفتم من خونه دیگه بودم، خونه من جای دیگه، احمدلونگ اینا چجوری اومدن اینجا و من به عنوان مهدی تهرانی دارم بازی، من دارم که مهدی خانبابای تهران به نام کاها در واقع ثبت اسم من، و من به این آقای شواگر هیچی نگفتم. تا حالا گفت بذار همطور باشه. من یه هفته اینجوری بازجویی پس دادم. هفته بعدش که به هر حال بازجویی مجدد من میکردم و من انتقال دادن از زندان موقت پلیس به زندان اشتادلهایم که زندان خیلی معروف بود، که من اون موقعی مقالم نوشتم درباره اون زندان در مجله دانشجوی کنکرت تحت عنوان سنت آدلهایت، معروف بود چون دزد معروفی از اونجا فرار کرده بود. اونجا در واقع اعلام کردم که آقا اسم من مهدی خانبابای تهرانی، پلیس ایرانی ها به من میگن مهدی تهرانی، از طریق سند رسمی پرزنال آسوایز من سند رسمی پس من مهدی تهرانی نیستم. از کجا این آجان ایران من اینجوری میشناسه یا ایرانی ها؟ به هر حال در پرس، در مصاحبه مطبوعاتی هم که وکیل من ترتیب داد این رو افشا کرد و گفت این دست پلیس ایران تو این کاره. به هر جهت بعدن من شک کردم به یه آدمی که این پسر دوربر ما پرسه میزد، خیلی هم دوست داشت آجان بازی در بیاره و آرسن لوپن بازی، و خیلی هم ضد کمونیست بود، فکر میکرد ما کمونیستیم، هم دوست داشت تو ماها بیاد رخنه بکنه. فردی به نام هرمز رزمارا، پسر تیمسار آجلی رزمارا که در شهر ما ساکن بود، ما میده دست مینداختیم یه مقدار برجهت. تا روزی روزگاری و امیر فرخزاد، برادر فروخ فرخزاد که حکیم بود، دکتر بود اونجا، به من گفت این میاد پلو من خوله خورده. من این تقویم بغلی رو به بهانه
ماینه از جیبش در میاره میگه همه رو یادداشت میکنه. به من گفته من با پلیس تماس دارم، من گفتم این کمونیستا رو بگیرم. بالاخره تقویم بغلی این آورد به من داد، منم دادم به وکیل و توش نوشته بود که روز فلان من رفتم پلو شواگر که اسم این کریمینال پلیسای بود، گفتم اینا کمونیستای خطرناکن دارن فلان میکنن و اینقدر به من پول داد که من خونه رو رنوویرم، اتاقم رنوویرن کنم. تمام اینا نوشته بود. یا مثلا نوشته روز فلان پنج فلان تولد جوزف استالین، روز فلان تولد پدرم حاجی رزمارویی، آدم روزانش بوده. بله آدم آشفته‌ای بود. برجد اینا رو همه رو وکیل من مطرح کرد و یه مقدار افشاگری شد تا حتی از طریق سفارت آمدن یه آدمی که سخنگو مطبوعاتی سفارت بود، اون زمان آمد با یه آدمی که خبرنگار آبنسایتون بود، به نفع ما داشت میره، چون مقام واقعا کنسرواتیو بود جامعه آلمان، اومد اون رو تطمیع بکنه که تو رو میفرسیم ایران، ایران ببین اینطوری نیست و اینا، که اون اومد همه رو لو داد. برجد ما در زندان بودیم. حالا ما به این اشاره بکنم که اون وکیل لیبرال در اون زمان باور نمیکرد که در آلمان یه آدمی که خودش دانشجو حقوق، من دانشجو حقوق بودم، زن داشتم، زن آلمانی، بچه داشتم 4 ساله، خودم در واقع دکترای حقوق می‌خواستم، دکترای حقوقم رو بگیرم، اصلا هم حالا حکمی که بر من صادر کرده بودن به آلمانی که متهم خطر فرار داره و به اصطلاح و خطر این است که به اصطلاح فدون کنه گفار، یعنی پرونده رو مخدوش بکنه. حالا اتهام من این است که مثلا ایشون دگراندیشه، فکر دیگری داره، فکرم قدغن بود اون موقع تو آلمان، شما چپ باشی سوسیالیسم کمونیست چپ قدغن بود کمونیست بود. آره به هر حال اینا همش آبزود بود، یعنی مسخره بود، چون من هم محل سکونت ثابت داشتم، هم زن آلمانی داشتم، هم پاسپورت معتبر داشتم، هم دانشجو دانشگاه حقوق بودم. اینا اصلا باورش نمیشد، این وکیل من داشت اصلا دق میکرد. به هر جهت من رو ولی 4 ماه نگه داشتن. چرا؟ به دلیل اینکه در اون زمان قوانین آلمان هنوز رفرمه نشده بود، قوانین یعنی پس از جنگ بود. بله پس از جنگ بود دیگه، بلاخره یعنی خاکستر جنگ هنوز بود تو این قوانین، یعنی اشترافرش اشترافپوتسسترش، یعنی قانون دادرسی جزا و قانون جزا هنوز رفرمه نشده بود. شما رو میتونستن مثلا 5 ماه 1 سال نگه دارن باید. همچنان که بعد از دستگیری من، که من شاید من و 2-3 نفر دیگری که در همون زمان‌ها گرفتن، مثل بوذری و دکتر ناظم اینا، در کل ما اولین زندانیان سیاسی خارجی بودیم در آلمان بعد جنگ. در اون زمان بعد از دستگیری ما رداکسیون اشپیگل گرفتن که خودش دولت اشپیگل، درست، آقای آگوستین و آلرس و اینا رو که آقای اشتراس براشون پاپوش درست کرده بود که اینا اسناد مثلا فلان هواپیماهای بوندسویر رو برداشتن چاپ کرد، اکسل اشپینگر هم پشت این قضایا بود. خلاصه میخوام بگم اتمسفر جنگ سرد حاکم بود در اینجا. بعدها خب این قوانین همه رفرمه شد و اصلاح شد و دیگه امروز نمیتونم به این سادگی چیز کنم. خواستم بگم فقط شامل حال کشور ما نبوده این وضعیت محافظه‌کارانه و کنسرواتیو. برحال ما 4 ماهی زندان بودیم. بعد از اینکه اومدیم بیرون خیلی دوره سختم بود، یعنی زمستان، سردترین زمستان سالهای بعد جنگ بود که ما در زندان اشتادلهای معروف به پریمیتیف ترین زندان بودیم. بعد که آمدیم بیرون، بعد من باید ملدفلیش میکردم، یعنی روزانه میرفتم پلیس محلی امضا میدادم. بعد یواش یواش دیدید محیط تنگ شده بود، یعنی من حس میکردم که در اینجا برای من محیط تنگیست، که ما اون موقع در واقع ارتباطاتی ایجاد کردیم، از حزب توده بریده بودیم، یه جریان رادیکال درست کرده بودیم به نام سازمان، هنوز اسم البته نداشتیم، می‌خواستیم انقلاب بکنیم، انقلابی شده بودیم به هوای خودمون، می‌خواستیم انقلاب کنیم و با کوبا و چین و اینا، و چینی همون موقع در حقیقت احتیاج داشتن که رادیوشون را بیفته، چون اعضای حزب توده که اونجا بودن حاضر نبودن کریتیک هایی که به شوروی میشه پخش بکنن. صحیح. بعد دکتر کشاورز اونجا رفته بود، بعدم گفته بودن ما یک کادر میخوایم، بعد به من خبر دادن که تو بیا اینجا رادیو خوابیده، چون توده یا کار نمیکنی، که من
به هر حال بساطم جمع کردم و زن و بچه رو گذاشتم و رفتم به چین. من دیگر فکر میکنم صدای شما از رادیو پکن شنیدم در اون دوران. من تقریبا سه سال تمام از رادیو پکن، دو سالش تنهایی میچرخوندم و با خیلی سختی چون زخم معده داشتم، کیسه آب جوش از یه بر رو دستم بود، از یه برم به تنهایی باید ترجمه میکردم و میخوندم چون کادر محلی نداشتم. تا یواش یواش یکی دو تا دختر پسر با لهجه تونستم آماده کنم که بفرستم. آقای خان بابا تهرانی، شما از پکن که برگشتید فضای یک مقدار بازتر شده بود، درسته؟ فضای داخل کشور، فضای آلمان از نظر سیاسی چگونه زندگی ادامه پیدا کرد؟ من تا یادم نرفته بذار یک دو جمله بگم راجع به در واقع یادمانده هم از پکن. خواهش میکنم. نخست اینکه من بگم پکن در حقیقت اون چی که در خاطره من از سیاست چینی ها مونده، چینی ها در واقع دخالت نمی کردن تو امور ما، هیچ تلاش هم نمی کردن که دیکته کنن چیزی رو، با وجود اینکه خب رادیو دولتی بود، سعی نمی کردن از اون رادیو ما مثلا حمله به ایران بکنیم، اینا نمی زاشتن، نمی گفتن. ولی از اونجا که اونجا زبان نمی دونستم فارسی به خوبی، من شیطنت می کردم. شما خودت هر کاری می خواستی می کردی؟ نه، من مثلا سعی می کردم چیزهایی که می خواستم لحاظ سیاسی طرح بکنم به صورت شعر. مثلا یه شعری داشتم عید آمد عید آمد و اینو هر سال میخوندم، کاوه آهنگر رو بنداز و از این حرفا، خلاصه اونو میخوندم، متوجه نمیشدم. ولی یک موضع رو باید بگم که یک باری من همون سال اول که رفته بودم در بانکت هایی که اینا میدادم به مناسبت سالگرد انقلاب اکتبر یا جشن ژانویه، آقای جان لای آمد سر میز من با مترجم. بعد من سال اولی بود که وارد شده بودم، به مترجم گفتش که اسم مستعار من رامین بود اونجا، گفت به رفیق رامین بگو من این گیلاس مشروب رو میخورم به سلامتی دو ملت بزرگ ایران و چین. بعد بلافاصله اضافه کرد، گفت به رفیق بگو که ما به زودی با ایران میخواییم مناسباتمون رو برقرار کنیم. خب ما که انقلابیگری داشتیم، میخواستیم انقلاب کنیم، گفتیم اینا دولت شاه میخواهیم مناسبات برقرار کنن. حالا از اون ور اصطلاحاً انقلابیون به شما میگن سگ زنجیری و نمیدونم فلان. حالا جایی که من تحلیل بکنم که آقا این شاه چطور میخواد به کشور کمونیستی که ایزولاست در جهان میخواد الان مناسبات برقرار کنه، حتما یه سیاست جدیدی، یعنی میخواد یه بالانس ایجاد کنه، یه کاری بکنه، یه خط به رفتار استقلال طلبانه است. تضاد با آمریکا داره، در حالی که ایران خب پایگاه سنتو بود، پایگاه آمریکا بود. درسته. در همون زمان، حالا آدم الان میفهمه، ما سیاست ورزی نمی کردیم، دارای ایدولوژی بودیم، فقط فکر میکردیم باید براندازیم. در حالی که الان میفهمیم شاه اون موقع مثلا تضاد داشت با اینکه پایگاه آمریکا بود. شاه خواسته بود دو تا آواکس به ایران بدن، آمریکایی‌ها ندادن چون اسرائیلی هم بودن باید به ما بدید. شاه هم اومده بود لچ کرده بود، گفته خب با روس ها میرم اسلحه میخرم بالانس کنه و بالانس کنه در خب این خط ما هیچ کی قبول نداشتیم. چینی ها تا اون موقع در تئوریشون میگفتن سه جهان، حتی معتقد بودن ایران یکی از کشورهای جهان سومه، جهان تقسیم کرده بودن دیگه بلد. یه بر سوشال امپریزم شوروی، یه بر امپریزم آمریکا، یه بر هم جهان سوم آسیا آفریقا آمریکا لاتین، یه بر جهان چهارم جهان صنعتی اروپا، منتها ایران و برزیل و اینا رو میگفتن جهان سومی هایی که در حال گذار به سوی جهان چهارم هستن، یعنی جهان صنعتی. و شاید هم نظام ایران میگفتن نظام مستقل که ما محکوم میکردیم، قبول نداشتیم، اونم محکوم میکردیم. اصلا ما فکر به سیاست نمیکردیم، یعنی ما در واقع میدونیم ما یه افکاری داشتیم که در اونجا این جا نداشت که ما بگیم آقا ما هم کشورمند و کشورمدار باید باشیم. ما یه اپوزیسیون، این فقط مال اپوزیسیون نیست، ما گفتیم یه کشوری و ما کشورمندی میکنیم و کشورمداری که فقط سوسیالیست باشه، یعنی ما داشته باشیم. خب اینا در واقع کاستی هایی بود که اپوزیسیون ایران داشتن. آیا همه نیروهای چپ یک چنین دیدی داشتن؟ آیا همه نیروهای چپ چنین داشتن؟ تا یه زمانی که به نظر من جنگ سرد به طور کلی مستولی نشده بود بر سیاست های ایران، نه، به نظر من جبهه ملی ایران نه متکی بود به سیاست
ملی گرایی و مسئله کشور ملی. تو جبهه ملی رو چپ معرفی میکنی؟ جناح چپ هم بود تو جبهه ملی، بله، چپ بله. که فقط کمونیست نبود. بله داشت. بعد نمیدونم نیرو سوم اینطور نبود. حزب توده ایران در مراحل نخستین که تو پارلمان بود، پارلمانداریزم قبول داشت. تو کوالیسیون بود، قوام اینطور نبود. حتی من معتقدم خود ماها اولش اینجور نبودیم. هر چی جهان رادیکال تر شد، خود جبهه ایران هم به نظر من دولت مداران و دولت شاه هم تا اون زمانی که فرمان نداد که آقا حزب رستاخیز تنها حزبی است که یا میان توش یا پاستون رو بگیرین گورتون رو گم کنین، خب پولاریزه شد دیگه جامعه. یعنی ما دو طرف به نظر من تو تخاصم رفتیم. حالا البته این دلیل این نمیشه که ما فقط تمام گناه رو به یه طرف بدیم. درست. ما هر کی به سهم خودش باید بازنگری کنه به گذشتش. بله. من میخوام اینو بگم که وقتی که من از چین بازگشتم یواش یواش به این پی بردم که ما در واقع دوره جوانی، اون حرارت جوانی و اینا ما رو در واقع یه اسب چهارنعل زیر پامون گذاشته بود که فکر میکردیم با آسمان ها میتونیم خروج کنیم و خروج کنیم و بریم و همه چی رو در دست. میانبر میخواستید بعد همیشه اصلا میانبر تاریخی پدر تاریخ در بود. آقای لنین هم این کار کرد. اصلا به مارکس مربوط نیست کار که انجام گرفته در تاریخ. بله. مارکس اصلا تئوریش این نبود. تئوریش این بود که آقا جامعه سرمایه‌داری میشه، فرهنگ میاد توش، پس از اون هست که تازه سوسیالیسم میتونه، یعنی سوسیالیسم نه دولتی شدن، یعنی میتونه اجتماعی بشه، ابزار تولید، اصلا همه چیز اجتماعی بشه. بله. خب آقای تهرانی، شما از پکن برگشتید به آلمان. بله. بله. خب اون سالها تا سال 57 یا 1979 چه نوع فعالیتی داشتید؟ ما برگشتیم کنفدراسیون رو دوباره به اوج گرفت بودیم. بله. کنفدراسیون بله. سالهای 60. بله. بله کنفدراسیون دیگه به نظر من به عنوان یک سازمان بزرگ و شاید بشه گفت تنها صدای اپوزیسیون در خارج کشور بود که تمام اپوزیسیون در داخل کشور سرکوب شده بود، بلندگوی اپوزیسیون در خارج کشور بود. من در اونجا خیلی فعالیت کردم، البته آدمی نبودم خدا رو جلو بندازم. کنفدراسیون اینطوری شده بود، مثل یه پارلمانی بود که احزاب درش نفرات چون میدید. حالا خیلی امروز مدال به خود چون میدن که ما دبیر بودیم. خب خیلی ها تو این کنفدراسیون بودن، دبیرها رو تعیین میکردن. جبهه ملی بود، احزاب بودن و اینا. دبیرها رو تعیین میکردن، البته بودن دبیران لایقی که خودشون به خودی خود دارای این کیفیت بودن که اونجا باشن. صحیح. مثلا زنده یاد مثلا خسرو شاکری که رفت. با. مثل محمود راسخ بودن، بسیاری با. از این آدم ها بودن، ولی بسیاری هم بودن که نماینده احزاب بودن که احزاب تعیین میکردن که این فلانی با. و فلانی مال ماست، جزی از دبیران باید باشه. برحال ولی کنفدراسیون یه سازمان جهانی شده بود و همه فعالیت اینجا متمرکز بود. وقتی هم که دیگه شاه متزلزل شد، به نظر من پایه‌های خود کنفدراسیون هم تزلزل پیدا کرد. حدوداً که دو سال قبل از انقلاب، به نظر من یک سال قبل از انقلاب دیگه کنفدراسیون در حال فروریزی بود. چه عواملی باعث شد که تضعیف بشه؟ عوامل متعددی به نظر من، نخست اینکه کنفدراسیون بیش از حد ایدئولوژیزه شد. دیگه اون وحدت درونی که بر پایه همبستگی ایران و مسئله آزادی ها و حقوق انسان و اینا بود از بین رفته بود. مثلا طوری شده بود که سر دفاع از حقوق انسانی افراد چانه زدی شروع شده بود. مثلا می گفتن آقا سر حکمت جو چون توده ای و مال سوشال امپریزم ما دفاع نمی کن. این سر اینجا دعوا شد. من خودم تو جلسه اون روز کنگره بودم، باستادم دعوا کردم. خیلی افراد عضو سازمان ما استراتژی کردن، افتاده بودن دنبال سیاست مطلق چین با. یا افتاده بودن دنبال سیاست شوروی. یعنی ایدئولوژیزه کامل شده بود دیگه کنفدراسیون. به این جهت به چند تیکه تقسیم شد دیگه در یکی دو سال آخر. بله بله بله. مثلا سه چهار تا کنفدراسیون بود دیگه. یکی بود مرکزیت فرانکفورت همینجا. بله. که جبهه ملی ها بودن، ما کادرها بودیم. بله. بخشی که جدا شده بود از سازمان انقلابی. بله. سازمان انقلابی که طرفدار چین بود. بله. یعنی دنبال روی چین بود، اونا رفته بودن جداگانه. طوفان بود. بله.
بهمن نیرومند در برلن اون چه قسمتی؟ بهمن نیرومند اون موقع با ما بود، با کادرا بود. یعنی ما هم بودیم، من بودم، بهمن نیرومند، ما یه سری بودیم، کادرا بودیم، جابر و غیره و اینا. یه گروه بودیم به نام کادرا که در واقع کادرا اینجوری شروع شد که دعوای من تو سازمان انقلابی از جلسه کادرا شروع شد که جزوه‌ای هم بیرون دادن زنده باد ماسر شهرت طریق دهات علیه من. که من اومده بودم از چین، گفتم حرفا مزخرفه، که منم متهم کردم به که اصلا را ماسترونگ قبول نداره و انقلاب فرهنگیرم قبول نداره، این اصلا طرفدار قیام شهریه با. از این حرفا دیگه با. بعدم انشاب شد دیگه با. ما شدیم پس از اون به انقلاب نزدیک میشیم و شما با. در فرانکفورت هستیم. بله، انقلاب که شروع میشه اون وقت ما جداگانه میریم میران دیگه. یعنی از چند ماه مونده به انقلاب شما تو چه فعالیت هایی بودی؟ از سه چهار ماه قبل از انقلاب ما گروه های مختلفی شروع میکنن به اعزام به ایران. ما هم کاترا شروع کردیم به رفتن. مثلا شما پاسپورت داشتید که برید ایران؟ نه دیگه، ما رفتیم مثلا یه عده‌ای بودیم، رفتیم سفارت در بن اینجا تقاضای پاسپورت کردیم. یه تق و لق شده بود دیگه، همه چی در حال فرار بودن. بعد ما رفتیم و تقاضای پاسپورت کردیم، خیلی هم خوشرویانه با ما طرف شدن. نهارم ما رو دعوت کردن بیرون چون فهمیده بودن کار تموم خودشون. یعنی از چند ماه قبل از انقلاب بعض سفارت یک چنین حالتی داشت؟ روزی که من رفتم ایران، چون مثلا بهمن نیرومنداز زودتر هم من رفتن، یه ماه دور بختیار بهمن ایران بودن صحیح. بچه های بلند و بچه های فرانکفورت هم گروه گروه می رفتن ایتالیا فرانکفورت. من با آخرین هواپیما رفتم با یه عده بچه های بلند، یه عده بچه های فرانکفورت، هواپیمای سوئیس ایر. چه تاریخی بود؟ عرض میکنم من آخرین هواپیمایی که فرودگاه تهران نشست و فرودگاه رو فرداش بستن، من 19 بهمن تهران بود. 19 بهمن؟ 19 بهمن قبل از انقلاب. خب چه تهرانی دیدی شما؟ پس از چند سال شما به تهران میرفتی؟ من در حقیقت به تهران من بعد از 20 و چندین سال. بله بله، چون من یه سفر رفته بودم به کردستانم رفته بودم، ولی خب جور دیگه حسابش جداست. بله بعد. من بعد 20 خورده ای سال شما بیرم و چه تهرانی دیدید در یکی دو روز قبل از انقلاب؟ خب فرودگاه که ما وارد شدیم، من تو خاطراتم مسابقه کردم نوشتم دیگه، در اونجا من واقعا انقدر احساس داشتم نسبت به کشورم وقتی وارد شدم. این آقای راسخ هم زنده یاد که فوت شد، محمود هم با من بود، سمینار بود، خیلی از بچه های فرانکفورت بود. یه گروه بودیم پس با هم. آره دیگه، بله، از هواپیما پر بود دیگه. پشتیبانی هم رو داشتید. بله، به طوری که ما اتفاقی در فرودگاه میافتاد. اتفاقی هم نمیفتاد، به طوری که من همه میگم، مثلا محمود خیلی آدم محتاطی هم بود. به طوری که وارد شدیم دم کنترل پاس، یارو این دفترچه رو نگاه کرد. این راسخ ما رو در نگاه، اون دفترچه رو به من. چی رو داری نگاه میکنی؟ تو تمام دفتر شما شاید اولیم، همه جسم هست. برای چه تموم شد رپ کارش قضیه؟ حالا خب شام رفته بود دیگه، درسته، خمینی هم ایران بود، دو روز آخر بختیارم بود. بله دیگه، بالاخره ما رفتیم. ولی خب من خیلی کجا رفتین شما؟ ما خونه پدریم رفتم، چون بودن. بله، پدرم بودن. که فوت شده بود. مادر زنده بود، مادر زنده بود و خواهر و برادر و پدر راسخ فرودگاه بود. خیلی آمده بودن فرودگاه، بچه های قدیمی ها اینا با. خیلی ها فرودگاه بودن. ما رفتم و فرد و صبحش هم دوباره خونه ما پر بود دیگه با. همه بچه های کنفدراسیون اونجا بودن و مشغول شدیم که سازمان بیم. منزل کجا بود؟ منزل ما تو خیابون روبروی پارک آلا لالست اسمش دیگه با. پارک فرح سابق، میدان جلالیه سابق، همه بیابون بود. وقتی میدان ترمیم کردیم اونجا بود و ما از فردا صبح شروع کردیم جلسات دیگه، جلسات متعدد تشکیل دادیم برای سازماندهی دیگه. اتحاد چپ درست کردیم و جبهه دموکراتیک، و بعد سازماندهی شروع شد. دولت بختیار که هنوز دو روز ادامه داشت، شما چه دیدی داشتید نسبت به دولت بختیار؟ دولت بختیار مثل که دیگه شما 19 هم چرا دید؟ تا 22 هم بود، تا 22 هم ظهر دکتر بختیار دیگه. ولی در حقیقت دیگه دولت بختیار آقای خمینی تشریف آورده بودن، درسته، بله، کلام به اصطلاح مشرشرانش هم فرموده بودن که میزنن تو دهن دولت، دولت دولت تعیین میکنم. شما چه؟ شما هم ما اصلا من راست چه بخوای
مثلا باورم نمیشد که آخوند بتونه دولت تشکیل بده و حکومت بکنه. این نظر من بود، چون من آخوند رو جدی نمیگرفتم من بچه باورم نمیشد. البته همه به من میگن، چون من اصلا بچه دینی نبودم از کودکی. هیچ موقع من یادم ما 13 ماه روزخونی خونمون سنت هم مادر بزرگم بود. من گاهی موقع میومدم قوها به پا میکردم، مادرم گاه اگه میخوا شروع بازی را بندازی این پولا رو بگی بردم در واسا، آقا فاضل میاد، آقا هاشم میاد، اینو 3 تومن بهشون بده بگو ما امروز رخشویی داریم یا کار داریم. دعوارا ننداز. من اصلا حالیم در واسا آخون بیاد تو کت من نمیرم. من اصلا آدمی بودم که باورم نمیشه. خب روزی که انقلاب شد، یعنی 3 روز پس از اینکه شما در تهران بودید، کجا بودید شما؟ چه میکردید؟ من اون روزی که انقلاب شد 22 بهمن بله 22 بهمن من با منوچهر هزارخانی طرف دروازه دولت بودم که داشتیم میرفتیم یه مقدار بچه ها ایزوم روشن کردن و کپه کپه باستادن و رفتم خونه سیروس آریانپور رفیقم که اینجا گراتس بود و اینا که اونجا غلامحسن ساعدی بود و شاملو بود و اینا جمع بودن. من اون شب اونجا بودم و بعد اومدم بیرون و خبر انقلاب رو از تلویزیون شنیدید، از رادیو شنیدید؟ آره دیگه، حسینی نشسته بود داشت. علی حسینی. آره علی حسینی رو خبر میداد دیگه، خبرهای گاهی موقع که تو آب تهران رو سم ریختن و اینا اونا رو هم شنیدیم دیگه. علی‌رغم متن تکذیب کارکنان سازمان آب تهران مبنی بر اینکه شایعه مسمومیت آب تهران تکذیب میشه، همچنان سیل تلفن هایی که این شایعه رو تقویت میکنه ادامه داره و با تاییدیه اورژانس تهران در این لحظه باید به اطلاعتون برسونیم که اورژانس تهران اطلاع داد که آب تهران احتمالاً مسموم هست. ولی موقعی که به طور رسمی علی حسینی اعلام کرد، با دستش رو بالا گرفت، گفت در ایران انقلاب شد، پای تلویزیون. ولی برای من راست به شما بگم، وقتی آقای بختیار اومد سر کار، برای من انقلاب شده بود، انقلاب شده بود. منتها امروز هم با همه این که آقای بختیار حرفای بسیار درستی زد، حرفای سوسیال دموکراتیک زد، ممکنه خیلی فکر کن اگر ما پشت بختیار ما میسدیم میشد، نمیشد. یعنی کوی حماقت و بهمن جهالت و پوپولیزم بلند شده توی جای دنیا، نمیشه جلو پوپولیزم گرفت. یعنی یا باید یک سرهنگی بلند میشد مثل کار من، انوزم اتمین رو رضا خان. نه نه، رضا خان جای خود داره، رضا خان پروسه دیگریست. یا مثلا رضا خان یه عقل درست عمل کرد، رضا خانی میاد منتاش بازور رو نگر میده، میگه منم زوروار برا وقت گد به فروغی فیلسوف و داور و تیمورتاش رو تحصیل کرده میدان میده، میگه بری شما اداره کن. درست. ولی این عقل داشت و وامیسته و بزرگترین خدمت هم تو ایران کرد، علی‌رغم همه این خوشایی که میدم. درست. ایران نور ساخته. دیگه بابا، حالا ما مثلا خود بنده خیلی گاهی موقع گفتم آقا مثلا دو چی آمرانه رفتار کرده، دیکتاتوری رضا شاه. من سوالم اینه که مثلا در دوره 100 سال پیش که کل نمدی و شیپیش از سر روشون بالا میرفت، دوره قاجار اومده یا رو سر کار میشه، الان شک داریم به دموکراسی برای ایران. دقیقا. ادامه این مصاحبه در هفته آینده توجه کنید. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.